سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به زندگی نامه پروانه معصومی و حواشی زندگیش پرداختیم، پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. سکینه کبودر آهنگی که با نام هنری پروانه معصومی معروف است، در سال 1323 توی یه خانواده مذهبی در محله دانشگاه تهران به دنیا آمد و 6 خواهر و برادر دیگر هم دارد. فارغ التحصیل زبانهای خارجه از دانشگاه ملی ایرانه که قبل انقلاب بدون حجاب جلوی دوربین میرفت و تجربه دیدار با فرح پهلوی رو هم داره. بعد از انقلاب حجاب به سر کرده و حالا عضو بسیج هنرمندانه. در سال 1342 وقتی 19 ساله بود تونست توی رشته طبیعی دیپلم بگیره و بعد از 3 سال در 22 سالگی برای ادامه تحصیل راهی آلمان شد. سال 1349 وقتی 26 ساله بود توی کشور آلمان با مسعود معصومی عکاس متولد 1316 آشنا شد و به عنوان مدل باهاش مشغول به همکاری شد که در نهایت این ارتباط به ازدواج ختم شد و اونها صاحب پسری به نام نیما شدن و خانم کبودر آهنگی از فامیلی معصومی، فامیلی همسرش، برای بازیگری خودش استفاده کرد. بعد از برگشتن از آلمان با حمایت همسرش اولین بار توی سال 1350 وقتی که فقط 27 سالش بود توی فیلم بیتا در کنار گوگوش و عزت الله انتظامی جلوی دوربین رفت. بعد از اون توی سال 1351 توی فیلم رگبار به کارگردانی بهرام بیضایی توی نقش اول بازی کرد. خانم بازیگر قبل از انقلاب اسلامی از سال 51 تا سال 56 به مدت 5 سال توی 5 فیلم به نامهای مینا، رگبار، شهر قصه، غریبه و مه و فیلم کلاه بازی کرد. اون با این فیلم ها توی فستیوال های مختلف دربار شاهنشاهی هم حضور داشت. پروانه معصومی سال 63 بعد از گذشت 5 سال از وقوع انقلاب با ظاهری متفاوت با فیلم گلهای داوودی به کارگردانی رسول صدرعاملی به دنیای بازیگری برگشت. بعد از اون توی سال 1366 با فیلم جهیزیهی برای ارباب موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن شد. خانم بازیگر عضو بسیج هنرمندانه و خط مشی خاصی رو توی کارهای هنریش دنبال میکنه و سعی میکنه از اون خط و مشی خارج نشه. همیشه احترام ویژه‌ای برای بسیجی‌ها قائل بوده و معتقده که اونها یاور مردمن، به ویژه بسیجیان جهادگر که کارهاشون بسیار قابل تحسینه. خانم بازیگر با اشاره به عکسی که از دیدارش با فرح پهلوی داره میگه: به صراحت اعلام میکنم که من به شخصه با فرح پهلوی دیداری نداشتم. فقط یک بار اونم توی جشنواره فیلم تهران ما رو تهدید کردن که حتما باید حضور داشته باشیم چون که فرح میخواد بیاد برای بازدید. اون موقع هم که مجبور بودیم، وگرنه برامون گرون تموم میشد. پروانه معصومی از سال 75 وقتی که 52 ساله بود زندگی توی شهر شلوغ تهران رو رها کرد و توی روستایی در صومعه سرا ساکن شد و حالا یک زندگی روستایی مدرن رو تجربه میکنه. خانم معصومی گفته: زمستون‌ها ساعت 9 شب میخوابم و تابستون‌ها که هوا دیرتر تاریک میشه شاید یکم دیرتر بخوابم، ولی کلن علاقه دارم که شبا خیلی زود بخوابم و صبحا هم خیلی خیلی زود بیدارشم. در جایی هم گفته: من خیلی هم آدم با حجابی نیستم. نه قبل از انقلاب حجاب داشتم، نه الان هم خودم رو خیلی میپیچونم. معتقدم حجاب آدم باید ذاتی باشه. احساس میکنم آدمی که وقیحه و حجاب درونی نداره، هزار مدلم که خودشو بپوشونه فایده نداره و مشخص میشه که حجابش واقعی نیست. پروانه معصومی معتقده قبل انقلاب آرایش گوگوش برای دخترها خیلی مهم بود و همه سعی می‌کردن مدل لباسشون و آرایششون رو از اون تقلید کنن. اون واقعا یک ستاره واقعی بود، اونم یه ستاره آنچنانی.
همسر خانوم معصومی در سال 95 بر اثر بیماری فوت کردند. خانوم پروانه معصومی و پسرشون نیما در روستای اطراف سومه سرا ساکنن و اونجا زندگی میکنن. ایشون مشغول باغبانی و نگهداری از گل و گیاهای مختلفه و بسیار هم از اینکه داخل شهر تهران زندگی نمیکنه خوشحاله. فیلم های سینمایی که پروانه معصومی در اونها ایفای نقش کرده بیتا، رگبار، شهر قصه، غریبه و مه، کلاغ، گلهای داوودی، جستجو در شهر، ناخدا خورشید. سریال ها در کنار پروانه ها، ماه عسل، امام علی، سوخت دلان، پلیس جوان، باران عشق، کوچک جنگلی. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.